شاردوری دوشنبه روز 26 اکتبر سال 2022 بارش یک اطلاعیه ویژه بار دیگر از مردم خواست تا به صحیفه های فیکی که از نام شاردوری دوشنبه و رئیس مجلس ملی مجلس بالای پارلمان تاجیکستان رستم امومعلی کشاده شده به کاربران همچنین تحفه مبلغ های بزرگ وعده می دهند باور نکنند. در اعلان های نشر شده در این صحیفه ها از نام رستم امومعلی به کاربران مبلغ های بزرگ حتی تا 50,100 دلار و از آنم بیشتر وعده می شد. رستم امومعلی قلبکی در این اعلان ها با ذکر این که تصمیم گرفته است به مردم نیازمند پول نقد بخشد از همه دعوت می کرد که در این صحیفه و کانال های فیکی خود را ثبت نام کنند. شهرداری از ساکنان خواسته است به این صحیفه های دروغ داده نشوند و برای حل و فصل مشکلات و نیازمندی های خود توسط کانال های رسمی مراجعه کنند و درخواست و اندیشه های خود را به رستم امامعلی و تیم او بنویسند. در هشدار شهرداری چنین گفته می شود به اطلاع شهروندان و استفاده برندگان شبکه های اجتماعی رسانیده می شود که به هر گونه صحیفه های قلبکی کشوده به اصطلاح فیک ها اعتبار ندهند و باور نکنند. در ماه های آخر این علاقه بار دوم است که مقامات از کشوده شدن صحیفه های قلبکی از نام رستم امامعلی هشدار می دهد. شهرداری دوشنبه روز 1 آگوست سال 2022 نیز با نشر یک اطلاعیه ویژه خبر داده بود که وقتای آخر در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، وایبر، تلگرام، تویتر و غیره از نام رئیس مجلس ملی و شهردار پایتخت تاجیکستان رستم امومعلی صحیفه های اجتماعی قلبکی بازگردیده استفاده برندگان شبکه های اجتماعی بخصوص مردم شریف تاجیکستان و بیرون از آن را به گمراهی میبرند. این هشدارها در حال است که چند ماه باز در شبکه های اجتماعی اعلان های فراوان از جمله برخی اش با عکس های رستم امامعلی پیدا شدند که در آنها از نام شرکت ها و برند های مشهور چون خوندای، تایوتا، بیکو و دیگر و دیگر مردم را فریب می دهند که گویا این شرکت ها برای آنهایی که به صحیفه های آنها عبونه می شوند هر روز تا چند ماشین سبکرو و ماشین جامشویی و دیگر مال های گرانبها تحفه می کنند. این صحیفه های فیکی اعلان های خود را حتی به زبان های تاجیکی نشر می کنند که این باعث فریفته شدن صدها ساکن زودباور تاجیکستان شده است. این مردم به این اعلان های دروغ باور کرده آنها را در صحیفه ها و گروه های گوناگون باز نشر می کنند و امید می بندند که با این راه شانس خود را برای دریافت جایزه های وعدگی زیادتر می کنند. روزهای آخر با مقصد جلب آدمان بازم بیشتر این صحیفه های فیک اعلان های مردم فریبانه خود را اساسا زیر عکس رستم امامعلی نشر کرده استودند. رستم امامعلی پسر کنونی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رامون 34 سال داشته، از سال 2017 رئیس شهر دوشنبه و از سال 2020 همزمان رئیس مجلس ملی پلات بالای پارلمان تاجیکستان است. رستم امامعلی را بسیاری ها وارث احتمالی کرسی پرزیدنتی پدرش نمیبرند. امامعلی رامون که از سال 1992 اینا قریب 30 سال باز رهبری تاجیکستان را در دست دارد 5 اکتبر سال جاری به سن 70 رسید.